در این برنامه این دو تا چوب دست شما جام شاهین، این گیتار دست شما، اون سیمم دست من، آترین معرفی می شود و برای شما می خواند ساخته های خودش را، ساخته های بسیار زیبایش را. آترین شایه کشیده خمارم، یه دنیا حرف نگفته دارم، حرفایی که پر درد و رنجم، یه خواننده دوره گردم که به غیر از خوانندگی هیچ کاری نکردم، تو سیاه گیسو هر در خواب من بیدارم، شب هجران دردام و فریاد میزنم، من یه خواننده دوره گردم که به غیر از خوانندگی هیچ کاری نکردم، تو سیاه گیسو هر شب در خواب من بیدارم، شب هجران جای می خونا به دل می نوشم، موسیقی
سپاس آترین، دستت را میفشارم عزیزم، مرسی. و جواهراتی که داری را مینگرم، براق هستن، سیاه براق. آره خب من کم شخصیتم کلاغیه، چیزای براق دوست دارم. جمع میکنه از این براق. اتفاقا واقعا میگه من دیدم میچشم و حتی هدیه میده کلاغ. آره منم اینو دیدم انسانو. آره منم اینو دیدم. و حال معرفی کنم کلاغ خوش زبان، کلاغی که صداشو عاده ما صداتو الان میشنویم و ای تو 14 سال پیش صداتو خواستی به گوش همگان برسیم و خوانندگی رو اون موقع شروع کرد. عاده میتونیم بگیم فقط خواننده، آهنگسازی و ساخت و همه این کاراست. چطور 14 سال پیش که میشه تمام؟ بذار من نشستم اینجوری معذب. نه خوبه هم قدیم حد اونجا از ما بلندتر میشه. اختیار داری. و موسیقی رو تو عاده داری جدی انجام میدی؟ از کارت مشخصه. مرسی. و ولی خب یک خواننده در اینها تو ایران یا هنرمند دیگه بالا پایینای خودشو داره. بله، بالا پایینای بله. تو رو در آهنگ بعدی میشنویم و میبینیم. اجرای استثنایی خواهد بود با تبل‌ها یا درامز که شاهین اجرا میکنه و شما میزنی. بعدش هم میخوام بریم کوهموهای اینجا خبراییه. خیلی هم خوب. من اتفاقا دوست دارم واقعا. خیلی بیشتر خوشت میاد. خواهش کنم. برای ما مینوازد آترین، آهنگ روزمرگی. اصرار نمی کنم که برگردی، فقط ازت میخوام بهم بگی چی کار کردم که نتونستی همراه من باشی تو زندگی. ناراحتم ولی تو راحت باش، روزای عظیم بدترم دیدم، نگات می کردم ولی انگار منظور چشماتو نفهمیدم. من با تو فهمیدم تو زندگی یه چیزایی رو نباید بگی، وقتی زیاد گفتم دوست دارم تبدیل شدم به روزمرگی. چیزایی رو نباید بگی، وقتی زیاد گفتم دوست دارم، دوست دارم هنوزم. دوست دارم، دوست
برنامه موسیقی بی بی سی رو نگاه میکنی، بلور بنفش در این کوههای قفقاز، کوههایی که مرز جنگ بوده، جنگ مردم اینجا با ایران زمین باستان، ایران زمین با روم که میشه ایتالیای امروزی، همه با اینجا جمع میکردن که این کوها رو تصرف کنن، بدن و پس بگیرن. اینم پایتخت قدیم ایبریا هستش. ایبریا شده گرجستان امروز. اومدیم به این کوها، علت داره. این کلیسایی که اینجا می نیستش جواری هستش، یعنی چلیپا یا صلیب. این در دوره خیلی خاصی اینجا ساخته شده، زمان حکومت یزدگرد اول ساسانی، زمانی که مسیح شروع میکنه دنیا رو گرفتن و روم هم تبدیل میشه به روم شرقی، یعنی روم مسیحی، قسمت شرقیش مسیحی میشه و کنستانتین قسطنطنیه رو برپا میکنه، اولین شهر یا پایتخت مسیحی دنیا که همون استانبول امروز هستش. و یزدگرد بسیار جالبه. اولا یه عکسی فقط ازش هست، عکس شناسنامه پاسپورت، نشون میده که مرد قد بلند و باریکی بوده و در زمان خودش روحانیان زرتشتی ازش متنفر بودن، چرا که آزاد کرد هر کسی در ایران هر مذهبی که میخواد داشته باشه، اگه زرتشتی حتی تبدیل کنه عوض بشه و مسیحی بشه، همه چی آزاده. و آزاد کرد ساخته شدن کلیساها رو در قلمرو ایران زمین. ایران زمینی که میگم شامل خیلی کشورهای فارسی زبان امروز ما هم هست، همه از یکی بودیم. و این کلیسا دقیقا مال 1500-1600 سال پیش، مال زمان یزدگرد اول. و یزدگرد هم تنفر بسیار ازش داشتن، لقبهای فریبکار و بزهکار بهش دادن به خاطر افکار روشنی که در زمان خودش داشت و آزادیه که به مردم داد، آزادی مذهبی به خصوص. و در نهایت هم به طرز مرموزی میمیره. و در کنار این یادبود زیبای مدارا با هم آهنگی رو میخونه برای ما آترین. برای این برنامه هم رب داره هم رب نداره آتیمش، ولی آهنگی رو میخونه، آهنگی دوگانه از دو دنیای مختلف، غرب و شرق، آهنگی که از جدائی ها شکایت میکنه. باد همه رو میبرد. عشقایم که ریختی دم رفتن تبدیل شدن به ستاره ها، ببین از تو حرف میزنم تران لبریز میشه از لبم، از تو خودم و این وضعیت بیزارم. مرسی آقا بزرگ. عجب بادی. آره بسیار عالی، بسیار عالی. تمام مدل مو
موهای منم میدونی که 30 سال پیش باد برد، ولی واقعا مارتون فنن خوب چسبیدش زدی. باعث خیلی بادخیزه تو ما در فصل بهار داریم قطعه رو ضبط میکنیم و خیلی خوشحالم. و پاتم گوشته رو قطعه از ساختمون اینجا پاش این رو بود آجا، ولی سیمارش چون میدونم جدیده، چون سیمانه قدیم خورده سنگ های بزرگتری آره. توش بوده، واسه همین پاتو دوباره بزن این رو برای آهنگ بعدی. دو تا آهنگ میخوایم اینجا بخونیم. آهنگ خوندی من بیدارم؟ آره من بیدارم، حدود 2-3 سال پیش من این کار رو نوشتم. برای یکی از دوستام نوشتم این کار رو که برای دل اون؟ آره تقریبا برای دل اون بود. آره ازش جدا شده. کجا بودن این دو نفر؟ ایران بود و از ایران رفت. یعنی دختر از ایران رفت یا پسر از ایران؟ پسر. یا پسر؟ پسر از ایران. خب اینو برای اون نوشته. چه آدم چه دوست خوبی هستی پس تو. آره خب میدونی بذار من داری برای دوستان مینویسی. مرسی عزیزم. من بیشتر وقتی میخوام بنویسم کارامو بیشتر از توی دوستا اطرافان یا آدما رو نگاه میکنم و سوژه‌امو پیدا میکنم. خیلی البته از خودم هم یه چیزی اثری میمونه، یه رد و پای از خودم، یک خاطره شبیه. آره، آره. این حتی خنده موشه ما باد داره ما رو میبره. این خوش باید براش بسازی آهنگ. میگه عاشقان را چه باد که بر گذر باد آشیانه کنند. بله. این جمله شاعر بریتانیایی از منطقه غربش داشتن شما میگوندی. بس آره قسمت از خودت هم ممنون تو داستان بدونش هست و شبیهی شد. آره من خیلی کم پیش میاد مثلا از خودم بدونستم. مثلا کار خواننده دورگرد یه جورایی راجب خودم بود کلن. یا مثلا دست تقدیر باز همینجور چون که خواهیم از... شنید. آره آره دست تقدیر رو خیلی وقت فکرم سال 84 من دست تقدیر رو نوشتم که من هم قشنگ یادم آره. این آهنگ رو فرستادی برای من، یعنی یکی برای من فرستاد، دیدم چقدر آهنگ جالبیه، چقدر این آهنگ قویه. آره من یادم یکی از دوستان واسهت فرستاد. آره و من هیچ وقت هم دیگه پیدا نکردم متاسفانه. و طبق معمول هر انسانی که کلمات کلیدیاش میاد فکر کنم اسمش دست مادرم و چقدر دست زمانه و تقدیر واقعا دست به دست هم داد. زنجیروار که ما همدیگر رو دیدیم واقعا عجیب. دوباره آشنا شدیم که یادم نمیاد چی شد که با هم آشنا شدیم دوباره، که هم در برنامه شب یلدا تو بودی و هم برای ما اینجا میخونی. آهنگ دست تقدیر که خواهنشنه یکی از آهنگ بسیار زیباست و چه جای باصفاتر و قشنگتر از این احساس زیبایی که تو داشتی. مرسی. این ولی بعد چیزی اجرا کنی، دو صدایی میخوام اجراش کنی. خب آره با سازدهنی در تنهایی در آر برعکس شد این سازدهنی ببینی آره این مال سبک کانتریه بیشتر استفاده میکنم چون ایشون غرب زده است و این زنبورک بعد میزد خب میذاری با آهنگ دست تقدیر که داستانش رو آره دست تقدیر مال یه دوره‌ای بود که من یکم تقریبا توی نوجوانیم و جوانیم بودم و توی شرایطی یکم از خانواده دور شدم، مخصوصا از مادر. بعد اینم باز تأثیری داشت. حالا به هر حال دیگه درد و دلای دوستام، مخصوصا کسایی که توی مسیر موزیک بودن یا هنر بودن، اینا همه رو با هم دیگه آره تونستن دست تقدیر رو بسازن. که الان که اون موقع نوجوان بودی الان چند سالته؟ 30 سال شده. من الان 32 سالم. 32 سال. آره. بر ما میخونه آترین در این منظره زیبا که باد دارد میبرد حتی یک نایلون را. خواهش میکنم دست تقدیر. شیشاش میزنن همه شاد میخونن همه عاشقن همه شاد و خرمن ولی تنها تنها
هستم، بابا منم آدم، بابا منم میبینم، بابا منم نفس میکشم، بابا منم وجود دارم، بابا منم آدم، بابا منم میبینم، منم دلم تنگ میشه واسه دستای مادرم. دل روزگار مثل سنگه، دست تقدیرم بیرحمه، دل من نازکه مثل شیشه، آخه سختی حدی داره، تنهایی تمومی داره، چشمای خیس هر شب، آغوش خالی من، بابا منم آدمم، بابا منم میبینم، بابا منم نفس میکشم، واسه دستای مادرم. وارد بشیم یکم، یه چه سنگ فرشی داری؟ آره نخورم زمین خوبه. ولی خب یکم بین این ساختمونا که اومدیم از شهر این باده، نه باده خلاص نمیشه. حتی الان نیمه بسته است چون هنوز فصل جهانگردیش شروع نشه. شهر قدیمی مسخطو پایتخت سابق گرجستان بوده. اول این بوده بعد شده یعنی از اینجا شروع شده. آره بعد میره پشت اون کوه میشه تفلیس. اینا هم بازاره که به رسم قدیم ورودی همه جا هست. تو سفر زیاد میری راستی؟ آره میشه گفت. گل به سر رو. کجا میری میشه؟ کجا میری؟ یه شکوفه هست. نه شکوفه. فاره نیک را بگیری. تو آدم خیلی آرومی هستی. متین حرف میزنی. خیلی ملاحظه کاری. مرسی. من یه مش بادوم زمینی پستشام گرفتم. تو یه مش من در عرض 30 ثانیه خوردم. تو هنوز 2 دقیقه دونه دینه این را با متانت میخوردی. از رفتاره خیلی تو کوچه خیابون هرس میخوری. و این تو سبک خوندنت یه مقدار. آره خب 100% آره تأثیر میذاره و منم هم همین جوری مینویسم، یعنی در واقع اینجوریه. بیا الان این بسته اینو از اینو بگیریم. ساری کم بگیر. از اینو خوردیم؟ بشکن چورچ خلا. آره این توش گردوه فکر میکنم. دس آسال یه وان آن باید مزده بکنی. یا از اینو نخری مزده کنی. یا از این از این بخور. انار؟ او اینا هم میگن انار. چه خوب خاک اینجا رو خورده. تو تمیزی بشقاب هم ببین. آره این بهتره. تو گفتی شیرینی خور که نیستی؟ نه یکم یه رگ ترشی داشت. اون قبلی خیلی ملس بود. ملس بود. اگه خب تو مال خطه هستی که همه شیرین ترین خورمارم داره. منم یه داره بادوم تن خوردم. در مورد شخصیت کار داشتیم گفتی که اهواز هستی دیگه درسته؟ آره من ساکن اهوازم. الان زندگی هنرمندی مثل تو که بخواد راهش رو پیدا کنه
آره میدونم. آره میدونم چی میگی. من هیچ وقت دوست نداشتم موزیکم یعنی با بیزنس قاطی بشه. اومدم توی بازار و برای خودم یه کار کاسبی رو انداختم. الانم یه کافه دارم و اینکه یه جورایی کافه و موزیکم به هم دیگه نزدیک هستن. آره ولی شاید هم برای این من انتخابش کردم. خب. ولی خب ما... ببین برای کاسبیت از این چیزا به درد میخوره. ببین اینا اصل طبیعیه. آره اینا اصلا این خیلی جالبه. اینا ببین. اوکی. اینا خرمالوه. خیلی والا خیلی هم گرونه اینا. من خرمالو خشکه. شورکاره اینم سساشونه. این با گوجه سبزه. سس کچاپ من با خودشونه ترش و شوره خیلی بهتر از اون چیز میزنن. یار من یه نظری میگیم شب ببری به درد بخوره. اینا آقا در از اون لباس سنتی مثل چوغه هست. آره. مثل کپنک مثل یه خونه هست میرن تو چوپونا. خیلی آره دقیقا اینا همینو دارن شبیه شو. تابلوه اینجا هم از کنون شاید اینا برای کافت که نمیخوای همچین درست نمیخوای تو بعض بیزنس رو خراب کنی برتاش. آخه این هاپوری بیم موهاش هم زدن چند بد زدن این تو کنگه بچه آره. چهار ساله موهاشو با قیچی زده با قیچی چمن زنی پس الان امید داری کارت بگیره؟ آره امید دارم بهش. تو کنگه تفاوت با کارهایی که الان هست. خب میدونی بزاد همیشه کار جدید جواب میده. ماشین هم داره رد میشه. ببین چلو این تنها آدم بود که اخم سربارا داشت اینجوری بود. آره من یعنی زیاد من ندیدم آره. به جای اینجوری اینجوری بود. آره من هم اینجا زیاد آدم اخمو ندیدم کلن. دیگه کشور شراب مردم شارون من داشتیم چی میگفتیم راجبه آها این سبکوین های کسی کار ساده میکنه. تا حالا تمام تلاش هم بوده که کارم تبدیل به ادا یا مثلا تکرار یا مثلا اینکه تاریخ انقضا داشته باشه تقلید دیگران نباشه. تقلید دوست داشتم همیشه صدای خودم باشه. و الان به حال سبک خودت شکل دادی؟ فکر رسی برای سبک آره آره دقیقا فکر میکنم الان دیگه پخته است آماده است میتونه ثمره بده. جدیدی از چندین پدر مادر موسیقی آره که سبک حتی بلوزه که به نظرمش ربط ما نداره ولی خب فریاد ستم دیدگان همه دنیا شاید یک شکل آره بلوز که اصلا اسمش روی خودشه یعنی از غم و شکوه و ناراحتی و سبک سنتی هم نگه داشتن. بذار تاکسی هم رد شه. آقا فکر کنم خود اینجا داره ما میگه دیگه بس حرف زدن. ما تو مسکتا به خاطر این باد شدید دیگه صحبتمون با آخر میبریم. بقیه برنامه رو ادامه بدیم تو استودیومون. بریم ولی امید دارم چون میزنم شکوفه ثمره میدم
بیغه، اما در واقع میخورتت. آهنگ الکتریکی بود، راکت اومد بیرون، ولی خب تو سبکای بلوز و اینا هم قاطی کردی، حتی ایرانی هم تو صدات میشه شنید. آره. آیا زمانی خواهد رسید که همه اینا به قول معروف الک میشه یا فیلتر میشه به قول جدیدا و یک هویت جدید از موسیقی امروزی هم تو میتونی به وسیله این چیزایی که شنیدی بدی؟ من فکر میکنم یه پنجره جدیده این کار تلفیق. برای من راستش مثل وصل کردن دو تا دنیای متفاوت با هم دیگه، یکی خانواده‌مه که سنتی بوده، از موزیک سنتی بوده، یکی دوستا و اطراف اینا و نمیدونم جامعه و رهگذر و چه میدونم سوپرمارکت و اینا که آره این موسیقی راک، این موسیقی راک رو دوست داشته. البته سال‌هاست تلفیق داره انجام میشه. آره ولی خب بذات خیلی سخته تلفیق کردن، باید همه سبک‌ها رو بشناسی، باید همه موزیکا رو گوش بدی. چون مثل راه رفتن روی لبه تیغ میمونه و امکان داره یک لحظه تبدیل به ادا اطفار بشی. این خیلی شرطه. آیا تلفیقت به خاطر اینه که دل نمیتونی بکنی از موسیقی خودمون، یا دل نمیتونی بکنی از موسیقی غرب که تحت تاثیرش بودی، خود طغیانگره برای نسل نوجوان، حسش قوی تره، مثل زمان، مثل موسیقی اصیلی بود که زمان همون جشن شیراز شکل گرفت و تا اوایل ادامه داشت، خیلی پرهیجان بود و الان شاید یه جور دیگه است. این گویای هیجان یک نوجوان بود موسیقی غربی که الان نمیتونی ازش دل بکنی، یا یعنی اینکه چی شد این اتفاق؟ تلفیق از اونجا شروع شد که من با یعنی خودم رو شناختم توی خونه. پدرم ساز سنتی میزد، نوازنده نیه بابا. بعد اینکه توی 13-14 سالگی که من با موزیک غربی یا مثلا موزیک اصلا جرقش با باب دیلن شروع شد، من خوشم اومد از کانتری، خوشم اومد، خیلی جذب بلوز شدم، اصلا تعجب کردم، گفتم زمان من کجا این کجا. آره از تو هم بغلی رودخونه هستی. آره ما لب کارو. اما خب اطرافیانم که صدامو شنیده بودن اصلا میگفتن نه چیز نخون، اینجوری راک نخون، کانتری نخون، تو صدای سنتیت خیلی خوشگله، خیلی خوبه، ما اونجوری دوست داریم. بعد من مونده بودم این وسط، خب اینا میگن راک بخون، اینا میگن سنتی بخون، من باید چیکار کنم؟ بعد یک بار مثل همیشه توی تنور نشسته بودم، همینجوری تلفیق میکردم به قول گفتنی. بعد برای خودم اتفاقا خیلی مضحک بود، گفتم یاله که چی، مثلا من دارم اینجوری میخونم، بعد یوم میام سنتی میخونم. ولی وقتی که اطرافیانم شنیدن و خوش وقتی... جالب این ترکیب عجیب. آره ولی این یه ولی سخته، خیلی سخته، خیلی سخته. و اطمینان میشنویم آهنگایی که به همین سبک دو دنیا در هم آمیخته شده در آهنگ دلنشین تو هستش. آره دلنشین خیلی خوبه واقعا، خیلی دوستش داشتم. خیلی و دوست دارم که با هم آهنگو میشنویم. آخرین آهنگ امشب خواهد بود. اینو هم اینجا خوندی، هم در پشت بام شهر تفلیس در کنار آتشکده که شهر زیر پاته. ترکیب این دو اجرا رو با هم نگاه میکنیم و من هم میگم بدرود فعلا. آه شاید اینجا ما هم رفتیم. تک تک کافه ها،
تو رو جلو چشام میارن تموم خاطرات تناب دارن دیوارای اتاقم به من فشار میارن ای دل نشین بیا بشین بره دلم بهونه بچین ای دل رو با بیا ببین پیر شدم تو اوج جوونی مرغ شب منم از حکایت منم که دیگه دل نمی بندم و تنا منم تموم زندگی انگار با من لج کرده هر کی کنارم بوده امروز مسیرشو کچ کرده شدم یه مرد مرده یه روح سرگردون که واسه یه سری کار ناتموم به خون برگشته ای دل نشین بیا بشین بره دلم بهونه بچین ای دل رو با بیا ببین پیر شدم تو اوج جوونی مرغ شب منم حکایت منم که دیگه دل نمی بندم و تنها منم